خط مهمترین ها. افغانستان در محور گفته‌های جهانیان. If they want to implement... قطر، هند، پاکستان و روسیه در مورد افغانستان حرف‌های پرحاشیه داشتند. فعالیت خط پروازی فرودگاه بین المللی کابل. افغانستان چشم انتظار پروازهای خارجی و این فرودگاه است. روایت ها از تعدید تکان دهنده فقر در افغانستان. زبس که هنجره روزگار تلخترین است، من زبان مزامیر یک صدا. شاعر برای مبارزه با فقر دستاوردهای خود را به فروش گذاشته است. و روزهای پایانی کار محبوب ترین چهره سیاسی آلمان انگلا مرکل تا چند روز دیگر کنار می رود. سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5:31 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. وزیر خارجه قطر میگوید دوحه آماده است گفتگوها میان گروه های سیاسی در افغانستان را میزبانی کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در شورای روابط خارجی امریکا گفته است که کشورش همه طرف ها را پشتیبانی میکند تا اختلاف هایشان را از راه سیاسی حل کنند. ظاهراً قطر می‌خواهد زمینه را برای تشکیل یک دولت همشمول فراهم کند. همزمان وزیر خارجه روسیه می‌گوید که بحث شناسایی و رفع تحریم طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح نیست. بهاودین انصاری گزارش می‌دهد. آمادگی قطر برای میزبانی گفتگوهای میان افغانی برای حل اختلاف ها در افغانستان. ظاهرا قطر می خواهد با فروکش کردن اختلاف ها زمینه را برای تشکیل یک دولت همه شمول فراهم کند. وزیر خارجه قطر می گوید اختلاف ها بدون گفتگو حل نمی شوند و اصل آشتی و همدیگر پذیری تنها می تواند از راه گفتگوهای سیاسی باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ابراز امیدواری می کند که طالبان به اصول معتدل اسلامی در حکومت داری عمل کند و به دنبال نمونه های سخت گیرانه نباشند. اگر طالبان می خواهند اصول و قوانین اسلامی را به اجرا بگذارند، ما نمونه های از اصول معتدل اسلامی در حکومت داری را در کشورهای اسلامی داریم و امیدواریم طالبان به دنبال نمونه های سختگیرانه نباشند. با این حال وزیر خارجه قطر به این باور رسیده که طالبان تغییر خواهند کرد و در حال کار روی تغییر مطلوب با ارزش های دینی و اسلامی در هماهنگی جمعی است. همزمان وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با طالبان در تماس است. اولین گام هایی که توسط طالبان برداشته شد تشکیل یک کابینه موقت بود، اما مطمئناً تمام طیف جامعه افغانستان را از نظر گروه های قومی و سیاسی در بر نمی گیرد و بازتاب دهنده مشارکت کل جامعه افغانستان نیست. لذا ما به شمول چین و پاکستان تلاش داریم تا طالبان را به قول هایی که دادن متعهد نگه داریم و نیز درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با طالبان در تماس هستیم. اما به گفته لاوروف بحث شناسایی و رفع تحریم ها در دستور کار جامعه جهانی نیست. همزمان لاوروف از جنگ افزارهای بجامانده در افغانستان ابراز نگرانی می کند که این جنگ افزارها برای هدفهای مخرب استفاده نشود. در حال حاضر تمام تمرکز ما بر این است تا کمک های بشری چگونه به افغانستان هماهنگ شود و نیز با طالبان صحبت شود، حکومت همشمول شکل دهند. رفع تحریم ها تا حالا در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد. تلاش برای ایجاد یک حکومت همشمول و احیای دوباره روابط جهانی با طالبان در حال توسط قطر، چین و پاکستان در حال انجام است که جان کارتیس، یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگرس امریکا، لایحه‌ای را به کنگرس این کشور پیشنهاد کرده تا مانع بر رسمیت شناختن طالبان و برقراری ارتباط میان این کشور با طالبان شد.
و گفته این عضو کانگرس آمریکا با خروج کامل نیروها از افغانستان، کشورش بخش بیشتر نفوذ خود بر طالبان را از دست داده و یگانه احرام فشار بر رسمیت نشناختن طالبان است. هند میگوید شمار از کشورها از هراس افغانی ابزار سیاسی ساختند و از آن به هدف حفظ و گسترش منافعشان استفاده میکنند. نریندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید دارد که هند و جهان باید مطمئن شوند که از موقعیت حساس افغانستان برای منافع کشورهای خاص استفاده نمیشود. در همین حال وزیر خارجه پاکستان میگوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، ثبات در افغانستان بهبود یافته است. شاه محمود قریشی تاکید دارد که در حال حاضر هیچ نشانه ای از خطر جنگ داخلی در افغانستان وجود ندارد. عادی سحر. این روزها افغانستان محور اصلی سخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. رهبران کشورهای جهان حالا فرصت یافتند که نگرانی هایشان را در مورد افغانستان شریک کنند. نریندرا مودی نخست وزیر هند در اینجا بدون نام بردن از چین و پاکستان هشدار می‌دهد که هراس افغانی برای این کشورها به اندازه کشورهای دیگر یک تهدید بزرگ است. او تاکید دارد که شمار از کشورها از هراس افغانی به عنوان یک ابزار برای دست یافتن به هدفشان استفاده می‌کنند. ما باید اطمینان یابیم که هیچ کشوری در پی این نیست که از موقعیت حساس افغانستان برای منافع شخصی خود استفاده کند. در این زمان مردم افغانستان به شمول زنان، کودکان و اقلیت‌ها به کمک نیاز دارند و ما باید وظایف خود را انجام دهیم. نریندرا مودی میگوید که خطر افراط‌گرایی در جهان رو به افزایش است و جهان باید اندیشه منطقی را در پیش بگیرد. آقای مودی تاکید دارد که نباید از خاک افغانستان برای گسترش هراس افغانی استفاده شود. اما پیش از این حکومت تازه افغانستان بارها اطمینان داده که از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد. این بسیار ضروری است که اطمینان حاصل شود تا از خاک افغانستان برای گسترش هراس افغانی و حمله های هراس افغانی استفاده نشود. افغانستان نباید به منبع هراس افغانی در جهان بدل شود. از سوی پاکستان برخلاف کشورهای دیگر از روی کار آمدن دولت تازه در افغانستان خوشبین است. وزیر خارجه پاکستان که تا همین چندی پیش نگران جنگ داخلی در افغانستان بود، حالا به نیویورک تایمز گفته که نشانه جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی شود. او می گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، ثبات در افغانستان بهبود یافته است. در حال حاضر هیچ نشانه از جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی شود. با وجود تغییر وضعیت در افغانستان، پاکستان شاهد هجوم مهاجران افغان به مرزها نبوده، اما بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان همچنان یک تهدید واقعی است. همزمان وزیر خارجه پاکستان با سخنرانی غلام محمد اسحاق زئی، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل مخالفت کرده است. شاه محمود قریشی گفته که صحبت‌های نماینده دولت سرنگون شده فایده‌ای ندارد و کرسی افغانستان باید در کوتاه مدت خالی بماند. قرار است غلام محمد اسحاق زئی به نمایندگی از افغانستان فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. وزارت امور خارجه از تمام شرکت‌های هوایی داخلی و بین المللی خواسته که پروازهایشان را از فرودگاه کابل از سر گیرند. سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه گفته که تمام چالش‌های فنی در فرودگاه کابل رفع شده است و تمام شرکت‌های هوایی داخلی و بین المللی می‌توانند پروازهایشان را از این فرودگاه از سر گیرند. وزارت خارجه از هر گونه همکاری در این زمینه اطمینان داده است. پس از 31 آگوست و خروج آخرین دسته از سربازان آمریکایی از فرودگاه کابل، تمام پروازهای داخلی و بین المللی از فرودگاه کابل متوقف شده بود. پس از ادعاها در مورد فساد مالی در جریان روند تخلیه از فرودگاه کابل، اداره پلیس فدرال آمریکا میگوید که پرونده‌های مالی گروه‌هایی که در روند تخلیه فرودگاه کابل کمک کردند را بررسی می‌کند. بیشتر گزارش شده بود که اریک پرنس، مؤسس شرکت بلک واتر، از مردم در جریان روند تخلیه از فرودگاه کابل پول‌های انگفت دریافت کرده است. حالا شمار از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده که
پلیس فدرال این کشور تا کنون در چندین مورد خواستار وضاحت شدند. این نهاد خواستار بررسی پرونده‌های مالی این افراد است تا احتمال درخواست پول از سوی آنان، ارائه شدن رشوه به این گروه‌ها و استخدام پیمانکاران انتفاعی را بررسی کند. هدف از این اقدام اطمینان یابی پلیس اداره فدرال آمریکا از نقض نشدن قوانین فدرال آن کشور خوانده شده است. اریک پرنس در جریان روند تخلیه از فرودگاه کابل پیشنهاد کرده بود که در بدل $6,500 زمینه تخلیه مسئول افراد را از فرودگاه کابل فراهم می‌کند. روزنامه امریکن پروسپکت در یک مقاله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را یک فرد فساد پیشه خوانده است. این روزنامه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در 7 سال حکومتداریش تلاش کرد تا حلقه منحصر به خانواده خودش را سرمایه دار کند. قراردادهای غیرقانونی با شرکت‌های وابسته به نزدیکانش در برخی از کشورها و قرارداد غیرقانونی استخراج معادن از مسائل است که این روزنامه آمریکایی به آنها اشاره کرده است. گیتی رحیمی در این مورد گزارشی دارد. روایت های فساد نظام پیشین افغانستان نسوی کشورهای جهان. بیش از یک ماه پس از سقوط حکومت پیشین و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان، روزنامه امریکن پروسپکت مقاله‌ای را زیر نام فساد رئیس جمهوری افغانستان منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که غنی در نزدیک به 7 سال حکومتداریش تلاش کرد نزدیکان و سایر حلقه داخلیش را سرمایه دار کند. نویسنده این مطلب میگوید که دفتر آقای غنی به یک شرکت فرعی پیمانکار نظامی آمریکایی به صورت غیرقانونی اجازه داده بود که معدن کرومایت را خریداری، پروسس و به فروش برساند، در حالی که بر اساس این گزارش خرید و فروش این نوع از معدن ممنوع بود. در این گزارش آمده که سندهای محرمانه‌ای که از سوی امارات متحده عربی به دست آمده نشان می‌دهد که اشمت غنی احمدزی برادر محمد اشرف غنی صاحب 20% از قراردادهای نظامی بود. چیزی است که مردم افغانستان می‌فهمیدند که در حقیقت اشرف غنی و دار و دستش از حکومت و از قوه قهریه حکومت و از منابع حکومت برای استبداد استفاده میکردن و یک سیستم مافیایی ساخته بودن که همه چیز به مفاد خودشان تمام شود، مفاد شخصی، مفاد جیبشان تمام شود. در بخش دیگر این گزارش آمده است که یک شرکت لبنانی به نام خطیب العالمی بدون طی مراحل قانونی و یا دریافت اجازه کار $16 میلیون از حکومت آقای غنی دریافت کرده است. آنچه که گفته شده مقام های دولت پیشین افغانستان بعدها تایید کردند که این قرارداد با ریدا سادا برادر رولا غنی خانم اشرف غنی صورت گرفته بود. همچنان بخش دیگر این گزارش شاکی از این است که آقای غنی در سال 2019 یک قرارداد $11 میلیون را در بخش مخابرات با یک شرکت کوچک خطوط هوایی به نام گروه بوستوس امضا کرد، شرکتی که اعتبار چندانی هم نداشته است. امدار از خطیب العالمی قراردادونه چه پغی که ریاض ساده چه در رولا غنی رو رو منظر توب کرده و کمیشن کاری کرده و در قراردادی در حکومت و در حق کمپنی در منز امضا کرد. همدار از خیلی دست فسادونه چه پخپلا مستقیم در ولسمشر اگر نزده کرده و پکلاز در رو در محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین کشور 24 اسد از افغانستان فرار کرد و چند روز پس از فرارش گزارش های نشر شد که آقای غنی انگام فرار $169 میلیون پول نقد را هم با خود برده است. یک شاعر و نویسنده که چندین سال برای افغانستان قلم زده اما به دلیل چالش‌های مالی کتابخانه خود را به فروش گذاشته است. محمد اسحاق فایز به فرشاد داریوش خبرنگار تلویزیونی یک گفته این روزها حس می‌کند افتخار دستاوردهایش در برابر چالش‌های اقتصادی رنگ باخته است. همزمان با این سازمان ملل از تهدید تکان دهنده فقر در افغانستان هشدار داده است. مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد می‌گوید که با فرا رسیدن فصل سرما و مختل شدن خدمات بشری 33 میلیون جمعیت افغانستان با تهدید جدی گرسنگی روبرواند. افغانستان در دل چالش های کلان اقتصادی، فقر و تنگ دستی با گذشت هر روز بیشتر از پیش گلای مردم را می فشارد. زندگی دشوار شده،
در قلم و سرود فرهنگیان فقر جلوه نمایی می کند. زبس که هنجره روزگار تلخترین است، من و زبان مزامیر یک صدا بکشایم. محمد اسحاق فایز سالهای سال شعر سرود و برای زبان و ادبیات پارسی قلم زد. اما افتخار دست آوردهایش این روزها در برابر چالش‌های اقتصادی زندگیش رنگ باخته است. فایز در دل خیابان‌های پایتخت سالهای سال را سپری کرده و از این میان 35 سال همچون کارمند دولت در ساختار نظام کار کرده است. حالا به دلیل سرنوشت ناروشن و چالش‌های اقتصادی تصمیم گرفته با کتابخانه خود وداع کند. این هم ارزش‌های فرهنگی خود را به فروش بگذارد تا از پول آن برای روزهای اندک چرخ اقتصاد خانواده خود را بچرخاند. مارکت امی کچالو و پیاز که می‌فروشند تهی مسکنی رفتم، زمینه ها را جستجو کردم که من میتونم یک کاری بکنم، ولی متاسفانه برای من اونجا کار پیدا نشد. آقای فایز در حال حاضر 23 مجموعه شعری آماده به چاپ دارد، اما به دلیل نبود منبع‌های مالی نمیتواند چاپ کند. از انبوه مشکل‌های اقتصادی به کابینه سرپرست پیامی میفرستد و از آنان انتظار آینده بهتر دارد. در پهلوی امنیت نان برای مردم بسیار ضرورت است. به خاطر رسیدن به این اهداف یک مقدار سازش و تغییر لازم است. این گوشه ای از وضعیت نگران کننده بشری در افغانستان است. به تازگی مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که با آمدن فصل سرما و مختل شدن خدمات بشری 33 میلیون جمعیت افغانستان با تهدید گرسنگی روبرو اند. این نهاد هشدار می‌دهد مبالغه نخواهد بود که گفته شود 1/3 33 میلیون جمعیت افغانستان از این گرسنگی آسیب خواهند دید. در همین حال وزیر خارجه پاکستان هم خواهان اقدام فوری همه کشورها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان است. مشارکت سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی برای پایان دادن به ناامنی و بی‌ثباتی چند دهه در افغانستان و نیز صلح پایدار در کنار زندگی مرفه مردم افغانستان بسیار مهم است. رفاه در افغانستان باعث رشد و رفاه اقتصادی منطقه می شود و همه از سوی صلح و آرامش در افغانستان نفع می برند. در روزهای گذشته هم رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده بود که اگر اقدامهای فوری صورت نگیرد، افغانستان با یک فاجعه بشری قریب الوقوع روبرو خواهد شد. ملل متحد هم در هفته گذشته 45 میلیون دلار همچون کمک فوری برای نظام درمانی افغانستان تعهد کرد. قرار است پس از پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نشست سران گروه 20 با محوریت افغانستان پس فردا در نیویورک برگزار شود. معاون وزارت خارجه روسیه امروز این خبر را با رسانه‌ها در نیویورک شریک ساخته است. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا ریاست گروه سران 20 را بر عهده دارد. آخرین نشست اجلاس عمومی سازمان ملل فردا برگزار می شود. گروه 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در مجموع 85% کل اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت جهان را در بر دارند. پس از شکلگیری دولت جدید، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بدتر شدن است و سازمانهای امدادی جهانی از فقر شدید مردم سخن گفتند. رهبران گروه 20 درباره سرنوشت اقتصاد افغانستان نیز رایزنی خواهند کرد. برخی از شرکت‌های پیمانکار با شرکت انکشاف ملی حکومت پیشین خواهان پرداخت بدهی‌هایشان از این شرکت هستند. مسئولان این شرکت‌ها از کابینه سرپرست می‌خواهند تا سرنوشت شرکت انکشاف ملی و مسئله بدهی‌های آنان را روشن کند تا آنان پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کنند. مسئولان این شرکت‌ها همچنان از سازمان‌های جهانی می‌خواهند بر آمریکا فشار وارد کنند تا ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. بشیر احمد شیرزاد در این مورد گزارش دارد. شماره از شرکت‌های پیمانکار با شرکت انکشاف ملی در مقابل دروازه این شرکت دست به اعتراض زدند و از ناروشن بودن سرنوشت این شرکت و پروژه‌های نیمه‌کاره‌شان ابراز نگرانی می‌کنند. ما از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهیم که هرچی عاجل
در مورد سرنوشت بزرگترین نهادی که در راستای انکشاف کشور فعالیت می داشت که شرکت انکشاف ملی می باشد توجه نماید. د شرکتو پیسې چې په انکشاف ملی باندې قرض دی دا تقریبا 3 میلیارد چې 300 میلیونه افغانی کیږي دا د خلکو قرض په انکشاف ملی باندې دی، مګر انکشاف ملی 15 میلیارد چې 500 میلیونه روپۍ 15000 میلیونه یعنی 15 میلیارد افغانی په خپل اکاونټ کې لري. شرکت های خصوصی قراردادی امکانات کافی برای پرداخت قرضهای کارمندان و کارگران خود ندارد و به مشکل جدی مواجه شدند. آنان همچنان از سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر سازمانهای جهانی می خواهند بالای امریکا فشار وارد کنند تا ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان را آزاد کند. از سازمان ملل، از شورای امنیت، از سازمان همکاری های اسلامی بخواهیم که بالای امریکا فشار بیاره تا سرمایه منجمد شده ملت افغانستان را، سرمایه منجمد شده ملت و مردم رنجدیده افغانستان را آزاد بسازد. برخی آگاهان اقتصادی هم توقف پروژه های توسعه ای را به مثابه مرگ سکتور خصوصی در کشور می دانند. نظر به احصای دیدبان بازار، فلحال در حدود ممکن بیشتر از 300 میلیارد افغانی در خزانه های حکومت موجود باشد که حکومت اگر یک اقدام جدی و مدیریت درست بکنه میتونه 100 پروژه که از طریق انکشاف ملی قبلا آغاز شده بود ایره پس دوباره تحویل بکنه. حالا سرنوشت بسیاری از پروژه های توسعه‌ای در کشور پس از سقوط دولت پیشین نیمه کاره مانده و ناروشن است. هرچند سرپرست وزارت خارجه گفته که پروژه های توسعه‌ای تکمیل خواهد شد، اما تکمیل این پروژه ها در شرایطی که کشور دچار چالش های جدی اقتصادی است دشوار به نظر می رسد. قرار است ترکیه فردا میزبان نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه شورای همکاری کشورهای ترک زبان باشد. این نشست برای بررسی و ارزیابی آخرین تحولات افغانستان در شهر استانبول برگزار می شود. وزارت خارجه ترکیه می گوید که این نشست به دعوت مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه این کشور برگزار می شود. در خبرنامه وزارت خارجه ترکیه آمده که وزیران خارجه آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان و ازبکستان با عنوان عضو و همچنان وزیر خارجه مجارستان با عنوان ناظر در این نشست شرکت خواهند کرد. تحولات اخیر در افغانستان این کشور را در معراق توجه جهانی قرار داده است. در مهمترین خبرهای جهان، از شمارش معکوس برای تعیین جانشین انگلا مرکل و همچنان جان باختن 3 تن بر اثر خارج شدن یک قطار مسافربری در ایالات مونتانای امریکا در این بسته تصویری. آلمانی های پای صندوق رای، شمار معکوس برای تعیین جانشین انگلا مرکل. در حالی که آلمانی ها صبح امروز در انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای رفتند، نبرد برای جانشینی انگلا مرکل نخست وزیر محبوب آلمان همچنان ادامه دارد. جاده های برلین میزبان طرفداران و مخالفان انگلا مرکل است، اما تصمیم نهایی در پارلمان گرفته می شود. خانم مرکل که تا پایان قدرتش چند هفته باقی مانده در 48 ساعت نهایی مبارزات انتخاباتی مکررن گفت واقعا اهمیت دارد که قدرت در دست کیست. بیش از 60 میلیون آلمانی برای رای دادن واجد شرایط هستند و برنده انتخابات رهبری قوی ترین اقتصاد اروپا را به دست خواهد گرفت. حزب محافظه‌کار اتحاد دموکرات مسیحی، سبزها و سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات با هم رقابت می‌کنند. حزب پیروز باید دولت ائتلافی تشکیل دهد، اما به نظر می‌رسد شانس تکرار یک ائتلاف بزرگ دو حزبی که هم‌اکنون برقرار است زیاد باشد. وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که کشورش برای برگشت دوباره به گفتگوها بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان گفته است که پیام‌های متعارض آمریکا که از کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ایران منتقل می‌شود، ملاک تصمیم‌گیری نهایی تهران نخواهد بود. عبداللهیان در جریان اقامت 4 روزه‌اش در آمریکا با دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و رئیس سیاست خارجه اتحاد اروپا درباره چگونگی بازگشت ایران به برجام و مذاکرات وین گفتگو کرده است. همزمان روسیه از امریکا خواسته تا برای اثرگیری مذاکرات متوقف شده با ایران به هدف احیای توافق هسته‌ای روی کرده فعالتر اتخاذ کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مقر سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثر گرفته شد.
مذاکرات احیای برجام که از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن در امریکا با میزبانی اتحاد اروپا آغاز شد، از زمان پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ایران متوقف شده است. دست کم 3 نفر بر اثر خارج شدن یک قطار مسافربری در ایالت مونتانای امریکا جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها حدود 50 نفر هم از مسافران این قطار زخم برداشتند. این رویداد عصر دیروز به وقت محل در مسیر بین شهرهای شیکاگو و سیاتل رخ داده است. در مهمترین های ورزش امروز، از رقابت تنها نماینده حال حاضر افغانستان در سازمان مبارزه های آزاد UFC برابر دانیل پرستون، هاکر فرانسوی، آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال در ولایت خوست، همچنان آنتونی جاشوا شکست خورد تا 3 کمربند معتبر قهرمانی سنگین وزن بوکس جهان را از دست دهد و نیز برگزاری دیدارهای مهم فوتبالی در قاره سبز خواهیم گفت. در این بسته تصویری نصرت حقپرست در 266مین دور از رقابت‌های سازمان مبارزه‌های آزاد UFC برابر دانیل پرستون هوکر بر اساس امتیاز شکست خورد. تنها نماینده کنونی افغانستان در سازمان UFC 16 پیروزی در کارنامه‌اش دارد که با این دیدار 4مین شکست خود را در برابر حریف از نیوزلند تجربه کرد. حریف نصرت که 10 شکست در کارنامه دارد، با این برد تعداد پیروزی‌های خود را به 21 پیروزی رساند. در مبارزه مرکزی هم الکساندرا ولکناسوکی براین اورتیکا را با تفاوت امتیاز در هم کوبید و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت خوست با حضور 14 تیم آغاز شد. در این رقابت‌ها تمامی تیم‌های فوتبال این ولایت برای 45 روز برابر هم رقابت خواهند کرد. در پایان تیم قهرمان جواز حضور به لیگ قهرمانان زون جنوب شرق کشور را به دست خواهد آورد. الکساندر اوسیک با پیروزی برابر آنتونی جاشوا 3 کمربند معتبر قهرمانی سنگین وزن بوکس جهان را به دست آورد. این 2مین شکست حرفه‌ای جاشوا بود که با از دست رفتن تمامی افتخاراتش رقم خورد. این مبارزه در 12 راوند و پیش چشم 65,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه تاتنهام در لندن انجام شد. تنها کمربند باقی مانده معتبر سنگین وزن جهان در اختیار تایسون قرار دارد. بازی‌های هفته 6 لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد. در یکی از بازی‌های مهم چلسی در استنفورد بریج لندن به مساف منچستر سیتی به میدان رفت که در این دیدار در پایان با تک گل جیسوس به سود مهمان به پایان رسید. در دیگر دیدار منچستر یونایتد در اولترافورد با 1 گل مغلوب آستن ویلا شد. لیورپول با برابری 3-3 برابر برینتفورد متوقف شد. ایفرتون با 2 گل نورویچ سیتی را شکست داد. لستر سیتی 2-2 با برنلی مساوی کرد و واتفورد در خانه با تساوی 1-1 برابر نیوکاسل یونایتد متوقف شد. در جدول رده‌بندی این لیگ لیورپول با 14 امتیاز در صدر است. منچستر سیتی، چلسی و منچستر یونایتد هم هر کدام با 13 امتیاز رده‌های دوم تا چهارم را در اختیار دارند. بازی‌های هفته 6 فوتبال بوندسلیگای آلمان هم شب گذشته با 6 دیدار پیگیری شد. طلایی پوشان دورتموندی بیرون از خانه با 1 گل برابر بورسیا مونشنگلادباخ شکست خوردند. هافنهایم 3-1 از صد ولفسبورگ گذشت. لایپزیگ در یک بازی پرگل 6-0 هرتا برلین را در هم کوبید و ماینز با 1 گل مغلوب بایر لورکوزن شد. در جدول رده‌بندی این لیگ تا اینجای کار بایرن مونیخ با 16 امتیاز در صدر قرار دارد. هفته 7 فوتبال لالیگای اسپانیا با 4 دیدار پیگیری شد. در یکی از بازی‌های حساس، ریال مادرید با تساوی بدون گل برابر ویاریال متوقف شد. با این تساوی ریال 17 امتیازی شد و همچنان در رده نخست جدول باقی ماند. در دیگر دیدار این شب اتلتیک مادرید با 1 گل مغلوب آلافز شد. ممنون که بیننده خبر 5:30 بودید. شامتان خوش. خدا نگهدار.